ماشي خیلی با اجازتون من ویژوال استودیو رو باز میکنم. حالا پروژه‌ای که هفته پیش با هم دیگه تا یه جاییشو انجام دادیم و ران میکنم که ادامهش بدیم. حالا تو این فایلای ریسنت هم کارهایی که کردم هست، حالا اسمش شاپ پروژکت بود که بازش میکنم تا لود شه. میتونم یه سوال بپرسم؟ جلسه پیشم که از دوستان همین سوال رو پرسید که ظاهرا توی ویژوال استودیوی که ما نصب کردیم، من همین مشکل رو دارم که فرم رو نمیتونم به صورت شکل فرم ببینم، فرم ویو رو ندارم، حالا فقط کد رو میبینم. اینو باید چطوری مشکلش رو حل کنیم؟ راستش رو بخوای من سرچ نکردم راجبش، ولی یکی دیگه دوستان، یعنی اصلا خاطرم نبود، یکی دیگه دوستان همین 2019 رو تو همین کلاس ما هم بود نصب کرده بود، میتونست فرمو ببینه. یعنی قاعدتا نباید مشکلی داشته باشه، خیلی راحت میتونین. یا حالا اگر هم نباشه تو این صفحه کنار که با تب سولوشن اکسپلورر مشاهده میکنین، اینجا فرمایی که درست میکنین میاد. حالا اگر هم فرمی نباشه بخواین ایجاد کنین، حالا بذارین برای من کامل روش کلیک راست میکنین، یکم کند شما میتونین حالا ادو بزنین نیو آیتم. حالا اگه تو نیو آیتم هم نره، اینجا باز خودش داره یه گزینه ویندوز فرم، میتونین بزنین یه فرم جدید براتون ایجاد میکنه که میتونین دیزاینش کنین. حالا اگه میخواین شیر کنین صفحتون رو من ببینم، اگه حالا گزینه‌ای به چشم میخوره که اونو اکتیوش کنین. حالا شما پیش برید، من شاید نتونم سرچ نکرده خودتون، من فرصت نکردم سرچ میکنم، اگه نتونستم مشکل حل کنم بعد مزاحم شما میشم. نه مراقبه، خواهش میکنم. خیلی خوب، ما حالا هفته گذشته با هم دیگه این فرم رو طراحی کردیم. حالا بیاد بالا، اوکی، این فرمی بودش که ما هفته گذشته با هم دیگه طراحی کردیم. حالا یوزر نیم داشت، من آلارم چت میاد. اوکی سلام. خیلی خوب، فرم بود که تهیه کردیم که دو تا تکست باکس داشت، لیبل داشت که یوزرنیم کاربر اینجا وارد کنه، پسورد رو وارد کنه و نوع کاربر رو اینجا مشخص میکنیم که حالا ادمین باشه یا یوزر باشه. و جلسه گذشته حالا یه توضیحی از SQL من خدمتون دادم برای دیتابیس. حالا این جلسه ما میخواییم دیگه عملا از اینجا به بعد ما نیاز داریم که دیتابیسمون رو داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی که کاربر میاد این اطلاعات رو حالا براش میخوایم یوزرنیم و پسورد ایجاد کنیم، یه جایی باید اینا سیف بشه که بدون دیتابیس نمیشه. چون ما اگه همین جوری حالا کد بزنیم، هیچ حافظه‌ای نیستش که اینا رو سیف کنه. بعد اینکه حالا پروژه‌مون رو ببندیم تمام اطلاعات پاک میشه. برای اینکه این اطلاعات یه جا داشته باشیم، نیاز داریم که ما یه دیتابیسی داشته باشیم که اطلاعاتمون رو سیف کنیم. این جلسه ما دیتابیسمون رو اول طراحی میکنیم، بعد به ویژوال استودیو وصلش میکنیم که بتونیم با سی شارپ کد بزنیم و به اطلاعاتش دسترسی داشته باشیم. در اصل دیتابیس جای دیتاهای خام ماه، جایی که این اطلاعات خامن، هیچ ارزشی ندارن. ما با کدی که تو سی شارپ میزنیم، تو ویژوال استودیو میزنیم، باعث میشه که این داده‌های خام تبدیل به داده‌های ارزشمند بشن. حالا من SQL رو باز میکنم. همونجوری که حالا جلسه گذاشتم خدمتتون گفتم، تو این تب سمت چپ دیتابیس هامون رو داریم که حالا دیتابیس هایی که من کار کردم، حالا پروژه هایی که داشتم. حالا میخوام یه دونه جدید درست کنم، یه دیتابیس جدید درست کنم برای همین پروژه هایی که ما داریم. دو حالت میتونیم ما خدمتتون عرض کنم که دیتابیس رو
ایجاد کنیم، یکی اینکه میتونیم کوئری بزنیم، کد بزنیم به صورت هارد کد، خدمتتون عرض کنم که دیتابیسمون رو طراحی کنیم، یا اینکه بیایم به صورت ویزارد طراحی کنیم. حالا من فقط بهتون نشون میدم که حالا بخوایم اگه کد بزنیم چه جوریه. حالا من مثلا برای آژانس هواپیمایی بود، ما یه دیتابیسی طراحی کرده بودیم، این فایلشو حالا من خودم کد زده بودم، اینو خدمتتون عرض کنم که لودش میکنم اینجا تا مشاهده کنیم. ولی ما تو این پروژه سعی میکنیم که ویزاردش استفاده کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنین، حالا برای مثال ما برای تیبل تورمون که حالا کد create table رو میزنیم، اینا ثابته، تور اسم تیبلیه که ما داریم ایجاد میکنیم، یه تور آیدی داره، یه دیت داره، دیت دوباره داره، تور نیم داره، تور ترانسفر، ویزا و حالا اطلاعات دیگه. اینا هم که دیتا تایپ هاش هستش که جلسه گذاشته گفتم یه سرچ کوچیکی راجبش بکنیم که من حالا خودم توضیح میدم که سوالی برای کسی نباشه. و اینم که حالا کانسترینتی که براش تعریف کردیم، حالا به عنوان پرایمری کی، همونجوری که گفتم هر جدول یه پرایمری کی لازم داره و باید ما توی تیبلامون حتما داشته باشیم، که اینم حالا باقی تیبلایی که ما داریم حالا مربوط به این پروژه بوده. حالا من اینو می‌بندم برمیگردیم سر قصه ویزاردش. خدمتتون عرض کنم که کلیک راست میکنیم روی دیتابیس، نیو دیتابیسز کلیک میکنیم، خب حالا خدمتتون عرض کنم که اینجا ما یه اسم باید برای دیتابیس همون بذاریم. مهم نیستش که حالا چی بذاریم، هر اسمی میتونیم بذاریم، اصلا هم نیازی نیست به شبیه اسم پروژه‌مون باشه، ولی برای اینکه حالا بعداً یادمون بیاد که چی کار کردیم چی کار نکردیم، سعی میکنیم که یه اسم بذاریم که با مسما باشه. حالا من میذارم اون شاپ میذارم، حالا اونرش همین دیفالت باشه، اوکی میکنم، اینجا داره اکزیکیوتش میکنه تا دیتابیس رو ایجاد کنه. خب همونجوری که مشاهده میکنین اینجا شاپ پراجکت اضافه شد، ولی هیچ چیزی توش نیست، خالیه، تیبلی خاصی نیست. مثلا حالا ایمای سی ام اس که حالا یه سایت خبری بود ما داشتیم میکنیم، مثلا این سه تا تیبل توش داره، یا حالا این کتابخونه ای که داشتیم مثلا دو تا مثلا حالا داشته تاکسی تلفنی، حالا هر چیز دیگه، یا خدمتتون عرض کنم که یا این یکی کتابخونه ای که داشتیم اینجا تیبل ها رو میبینی که مثلا یه سری تیبل برای خودش داشته، حالا این یکم کامل تر بود. خب اینجا میبینی همونطور که مشاهده میکنی تیبلی ما نداریم. حالا تیبل هامون از چه چیزایی باید تشکیل بشه؟ از داده هایی که ما نیاز داریم، از موجودیت هایی که ما تو این پروژه‌مون داریم. ما یه مشتری داریم که میاد از همون خرید میکنه، کاربری داریم که این اطلاعات رو میخواد ثبت کنه برامون، کالا داریم. اما تمام این موجودیت ها با خرید کردن با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، یعنی اگه خرید کردن نباشه مشتری با حالا کالا ارتباطی برقرار نمیکنه، یا کاربر با مشتری ارتباطی برقرار نمیکنه. پس هسته اصلیش همون خرید کردنه که این ارتباط رو برقرار میکنه. حالا ما میایم دونه دونه این موجودیت هامون رو میسازیم. روی تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم،
خب اینجا ما فیلدا رو باید براش تعریف کنیم. حالا فیلدایی که خدمتتون عرض کنم نیاز داریم، حالا اول موجودیت ها رو که نام تیبل هامون میشه، فیلدایی که ما نیاز داریم مثلا برای موجودیت کاربرمون، یوزرمون، مثلا ما یه یوزرنیم داریم که یونیک هست. دیتا تایپش چی میتونه باشه؟ دیتا تایپش نوع دادش چی میتونه باشه؟ ما میتونیم هر چی میخوایم انتخاب کنیم، ولی خب خدمتتون عرض کنم که ما اینجا چون کاربر هم بتونه عدد وارد کنه هم تکست وارد کنه، میتونیم حالا استرینگ بذاریم، حالا این برکر میذارم، من میتونم اینجا با ماکسیمومش مشخص کنم که چند حرف باشه، حالا 20 حرف کافیه. بعدی میام پسورد رو میذارم، بعدی خب دیتا تایپ اینم میذارم همون این برکر، حالا اینم 20 کافیه. و گزینه بعدی هم یوزر تایپمونه که حالا ادمین باشه یا کاربر معمولی باشه، اینم انتخابش به معنی بولیان. حالا میتونم اینتجر هم بذارم که اگه نوع یوزر دیگه هم بعدم به همون، یعنی به پروژه‌مون خاص اضافه شه، بتونیم گیر نکنیم اینجا پروژه‌مون. پس اینم من این چیز دارم، از نوع عددی میذارم. خب اینجا میتونیم حالا براش محدودیت یا constraint تعریف کنیم. همونجوری که خدمتتون گفتم، حالا یوزرنیممون رو به عنوان primary key انتخاب میکنم که بدونم که این یه کد یونیکه تو این جدول من که بعدم بتونم بهش ازش برای ارتباط دادن موجودیت هم استفاده کنم. خدمتتون عرض کنم که اینجا تیک الونالش رو خودش خود به خود برداشت، چون پرایمری کی امکان نداره که نال باشه. زمانی که یه فیلد بهش اضافه میشه حتما ما باید پرایمری کی هم داشته باشیم. پس قطعا پسورد هم خواهد داشت و یوزر تایپش هم باید مشخص شد. این تیکای الونالش رو برمیدارم. خب حالا کارم با این جدول تموم شد. زبده رو میزنم، اینجا ازم میپرسه که میخوای سیوش کنم، حالا یس میزنم، اسمشو انتخاب میکنم، اسمشو میزنم یوزر. این اسم ها مهمه، حالا اگه طبق همین اسمایی که من میذارم شما پیش میرین که بعدا توی سی شارپ حالا به مشکل نمیخوایم، میخوایم با فیلد همون کار کنیم، ولی اگه اسمایی میذارین که خودتون حالا میخواین پروژهتون رو کاستومایز کنیم اونجوری که دوست دارین، حتما یادتون باشه که چی استفاده میکنی که بعدا درگیرش نشین. خب این تیبل ما آماده شد، یعنی اد شد. من اینو یه رفرش میکنم، شما الان توی تب تیبلمون دیگه میبینین یه تیبل یوزر، یه دیتابیس یوزر اضافه شد. حالا میرم سراغ تیبل بعدی. تیبل بعدیمو کاستومر میذارم، برای مشتری هم انتخاب میکنم یه کاستومر آیدی حتما باید داشته باشه که این پرایمری کیمون میشه. حالا اینو من میذارم از نوع اینتجر و خدمت یه کاستومر حتما نیم داره، نوع مرکر میذاریم، حالا مهم نیست چقدر دوف فامیلی داره. ادرس داره، حالا این چون فیلدمون ادرس ممکنه حالا طولانی تر باشه، میتونیم حالا بیشتر از 50 بزنیم، ولی کافیه. حالا من میذارم 70 و حالا یه تلفنم میتونم براش بذارم. حالا تلفن رو هم میتونم اینت بذارم، هم اندرکر میذارم که بهتر باشه. این هم حالا 20 تا کافیه. شما دیگه حالا بر اساس نیاز خودتون میتونین
اینا رو کم و زیاد کنی، ایمیل اضافه کنی، وبسایت، حالا هر اطلاعاتی که داره بسته به اون دیتابیسی که داری. حالا من خیلی مختصر و مفید میبرم جلو که به همه سایده پروژه‌ام برسیم. کاستومر آیدی رو پرایمری کی میکنم، باقی حالا اطلاعات نیمش میتونه نال باشه، میتونه نباشه، میتونه حالا آدرسش رو نده به هم و میتونه فامیلیش رو نده، ولی اینا دیگه دست خودمونه. میتونیم از همین الان مجاب کنیم که حتما باید اینا رو به هم بده. حالا میتونم نده، یه موقع مثلا تلفنش رو نخواد بده یا ایمیلش رو نخواد به هم بده، تیک ارنالش رو برمیداریم که اجازه ندیم خالی باشه. حالا من اینا رو ارنالش رو همه رو برمیدارم، حالا تلفنش رو میذارم باشه. اینم از تیبل کاستومر هم، اینم اسمش رو میذارم. اینم سراغ بعدی. خب یک موجودیت دیگه داریم به اسم کالا، یعنی ما باید کالاهامون رو بدونیم که اسمش چیه، قیمتش چیه، چند تا ازش داریم، اینا رو هم تعریف میکنیم. goods id، حالا اینم میتونم این برکر بذارم براش، این برکره، حالا اینم من 50 میتونه باشه. یه نیمی برای کالامو میتونیم بذاریم، اینم باز این برکر میذارم، بعد یه پرایس میذاریم قیمتشو داشته باشیم، اینو حالا اینت میذارم که اینجا دیگه توی پرایس نتونه کاراکتر وارد کنه، فقط عدد بتونه وارد کنه. کوانتیتی هم همینطور که بدونیم ما از هر جنس چند تا داریم. این هم اینت میذارم، این هم پرایمری کی میکنم و این هم از این. خب یه رفرش میکنم که ببینیم الان تیبل همونو. خب سه تا تیبلمون ساخته شد، حالا برای این پروژه کافیه برای موجودیت ها، ولی همونجوری که خدمتتون گفتم ارتباط این موجودیت ها زمانی به هم کامل میشه که خرید انجام شه. حالا ما این خرید رو که قلب این دیتابیس تمونم میشه، تیبل اینم باید ما درست کنیم که در اصل فاکتورمون میشه. سید آیدی، حالا اینم حالا این برکر میذارم، میتونم اینم اینت بذارم که فقط عدد بره بالا. یوزرنیم میذارم که بدونم چه کار برای اینو ثبت کرده. اینجا مهمه این دیتا تایپی که باید برای این یوزرنیم انتخاب کنیم، بدونیم که تو این تیبل یوزرنیم، یوزرنیمی که تعریف کرده بودیم چه دیتا تایپی داشت. حالا من الان یادم نیست، میام روش کلیک راست میکنم، دیزاین رو میزنم، اینجا این ورکر تعریف کنم، حالا اینم هم تعریف میکنم. بعدی ما کاستومر آیدی مشخص کردیم که بدونیم این کاستومری که داره خرید میکنه حالا اطلاعاتش ثبت بوده یا نبوده، که حالا اگه نباشه اونو تو پروژه میگم که چیکار کنیم. اینم ما این توی کاستومر دیزاین اینو اینت گذاشتیم، پس اینجا ما اینت میذاریم. ما اینجا بعدی تاریخ خرید رو میخواییم بذاریم، date of purchase،
از نوع دیت مشخصش میکنم، میتونم تایمم بذارم، زمانی که خریده، چه ساعتی از ما خرید کرده اونم مشخص کنم، اونو از نوع دیت میذارم و حالا میتونم جمع فاکتورم بذارم که حالا اینا سام میذارم، سام پرایس میذارم، مجموعشون میذارم، اینم که اینتجر میشه قطعا. خب کلید اصلیمون اینجا میشه ریسیپت آیدی و اینم از این، اینم تیبل ما اینجا یه تیبل، بذار من دیاگرامش رو نشون بدم که بدونیم الان با چی مواجه هستیم. الان داره دیاگرام می‌سازه. خب اینجا هم ما می‌پرسه یه کدوم تیبل ها رو می‌خوای اد کنم. حالا من همه رو اد می‌کنم چون همه رو لازم دارم. تا ناقص یه تیبل دیگه باید اضافه کنم، ولی برای اینکه بخوام توضیح بدم فعلا با این میریم جلو. خب همونطور که مشاهده میکنین این تیبلی که وسط هست تیبل فاکتور ما هست. کاستومرمون خدمتتون عرض کنم که اطلاعات مشتریامون، یوزرمون اطلاعات کاربری که داره کار میکنه و اطلاعات کالامون. حالا ما باید این تیبل ها رو به وسیله ارتباطی که به هم دیگه دارن به هم دیگه وصل کنیم. حالا این کار با چی انجام میشه؟ با فارن کی یا کلید خارجی. کلید خارجی چیه؟ کلید خارجی کلید اصلی از یک تیبل دیگه در یک تیبل دیگه هست. همونجور که مشاهده میکنید یوزرنیم اینجا یه عکس کلید هم انداخته. حالا من یک کوچولو زوم کنم که بهتر ببینیم. یه عکس کلید هم اینجا انداخته که به ما میگه این کلید اصلیته، اینجا این کلید اصلیه، کاستومر آیدی اینجا اصلیه، گودز آیدی اینجا کلید اصلیه. خب ما اینجا توی تیبل فاکتورمون یه یوزرنیم داریم که تو این جدول هم داریم، کاستومر آیدی داریم که این تو این جدول هم داریم، ولی اینجا اطلاعات کالا رو نداره. حالا اینو میذارم مرحله بعد توضیح میدم. خدمتتون عرض کنم که حالا میخوام این ارتباط رو بس کنیم. خیلی راحته. شما میدونید که هر یه فاکتور یه دونه کاربر میتونه ثبتش کنه یا هر فاکتور برای یک کاستومر هست، برای یک مشتری هست. نمیشه یک فاکتور چند تا مشتری داشته باشه یا یک فاکتور چند تا کاربر ثبتش کرده باشن. به این رابطه ها میگن رابطه یک به چند. یعنی الان رابطه فاکتور با کاربر ما، یعنی هر فاکتور میتونه یه کاربر داشته باشه ولی هر کاربر میتونه چند تا فاکتور ثبت کنه. پس از کلید اصلیه که در تیبل اصلیمون هست میتونیم درگ کنیم بیاریم به این یوزرنیم وصلش کنیم. خودش اینجا متوجه میشه که این فارن کیه، ریلیشن نیمش رو میزنه. خب که ما میذاریم همین دیفالتش باشه. اینجا میگه که پرایمری کی تو کدوم تیبل، کلید اصلی کدوم تیبل، یوزر فارن کی کدوم تیبل باشه، ریسیپت که اون فاکتورمون. اوکی میکنیم. اوکی
این ارتباط ما بس شد. این علامت بی نهایتی که حالا اینجا میبینین، این در اصل همین ارتباط یک به چند رو میگه. میگه یک کاربر میتونه چند تا فاکتور داشته باشه. همینطور که میبینین طرفی که چند تا هست میشه حالا علامت بی نهایت. از این سمت هم شما خدمتتون عرض کنم که همین کار رو با مشتری انجام میدین که کاستومر آیدی رو اینجا داره، باز خودش تشخیص میده حالت ویزاردش، باز هم خودش همونطور که مشاهده میکنی رابطه رو برقرار کرد. ولی حالا من چرا اینجا گودز آیدی رو نذاشتم؟ لقطا یه سری دوستان میدونم، ولی خب حالا توضیحش میدم. میتونستم مثل این تیبل ها بیام کار خودم رو راحت کنم و بذارم. دوتا دلیل داره. یکی این که مثلا شما فاکتور رو داری ثبت میکنی، برفرض حالا مثلا مشتری گردنبند خریده، خدمتتون عرض کنم که حالا یه انگشتر هم خریده، میاد میگه که یه گردنبند دیگه میخوام، حالا مثلا همون، یعنی از همون گردنبند دوتا بده. نمیایم بگیم که مثلا گردنبند مثلا شماره یک بار خرید شد، گردنبند شماره یک دو بار خرید شد. پس ما اینجا باید فقط تعدادش رو ببریم بالا به جای اینکه بیایم مثلا دو بار ثبتش کنیم. این چه خاصیتی داره؟ یکی اینکه قابل درکتره، اما خاصیت اصلیش اینه که موقعی که ما دیتابیسمون بزرگ میشه، این باعث میشه که ما افزونگی نداشته باشیم توی دیتابیسمون. هی یه داده رو چند بار تکرار نکنیم، چون حافظه گرونه دیگه، حالا حافظه اونو هی مصرف نکنیم، یا خدمتتون عرض کنم که هی شلوغش نکنیم، سرعت برنامه رو نیاریم پایین. پس ما اینجا به یه تیبل رابط نیاز داریم که برای مثلا اون فاکتورهایی که از یک جنس دو تا سه تا از یک کی بیشتر خرید کردن بتونیم ما کوانتیتیشو ببریم بالا، تعداد خریدهایی که کرده رو ببریم بالا. پس یه تیبل دیگه من اینجا میام اد میکنم. خب اطلاعات این تیبلم میام یه شماره فاکتورمونو داشته باشه. که یادم هست اینتیجر انتخابش کردم، ولی باز چک میکنم که ارور نگیریم. بله اینتیجر انتخابش کردم. حالا از اون برم کد کالا رو داریم که میاد تو این تیبل و همونگه وصل میشه، اینم اینت انتخاب کردم. quantity of item هم اینت میذارم که تعدادیه که مشتری حالا از یه جنس خریده، حالا میتونه دو باشه سه باشه هر تعدادی که داریم. خب این دوتا هر کدومشون یه کلید اصلی توی تیبل دیگه هستن. ما میخواییم این دوتا رو با هم تبدیل به کلید اصلیشون کنیم. من شیفت رو میگیرم، انتخابشون میکنم، set primary key رو میزنم، جفتشون رو با هم به عنوان کلید اصلی الان در نظر میگیره که این از تیبل فاکتور اومد، اینم از تیبل کالامون اومد. خیلی خب اینم من میبندم، اسم تیبلش هم میذارم items. خب حالا ما دیاگرامی که آوردیم رو میتونیم پاک کنیم یا یه دونه ای که جا مونده بود جدید درست کردیم و اد کنیم که خودش اینجا میاره.
میتونیم از اول بدیم. خب چه کاری؟ اینجا عدش میکنیم و کلوز. خب میذارمش به اینجا که ارتباطمون رو راحت تر بتونیم درک کنیم. خب یعنی ارتباطاشو مشخص میکنیم از goods ID به اینجا رو من تا به هم نریخته اینجا یه اشتباهی کنم رو درستش کنم به آیتم این رو رفرش کنم که بیاد. اینجا من یه اس جا انداختم، اینا بعدم توی پروژه خیلی اذیتم میکنه بی دقتی ها. خب دوباره عدش میکنم. خب پرایمری کی توی این تیبل، فارین کی اینجا بشه، دیتا لینک. اوکی اینجا ما یه اشتباهی کردیم، همون چیزی که گفتم خدمتتون. اینجا میگه که دو نات مچ، دیتا تایپش مچ نیست. حالا یا دیتا تایپشه یا طول رشته‌ای که براش انتخاب کردیم. اینو میریم درست کنیم ببینیم ایرادمون چی بوده. دوباره پاکش میکنم. خب اینجا ما دیزاین رو باز میکنیم، اینت اینت اینت. حالا میام توی goods دیزاین رو انتخاب میکنم. اینجا من اینا انورکر انتخاب کرده بودم، حالا بهتره که اینت باشه، درستش اینه. پس توی دیزاینش رو اینجا اینتش میکنم. اوکی چت داریم. خب داریم قسمت اول رو به پایان میرسونیم. حالا فقط من این ارور رو رفع کنم که تو قسمت بعدی دیگه مشکلی نداشته باشیم و ادامهش بدیم. دیتا تایپ ها خیلی مهمه، اینا رو ما باید حتما حواسمون باشه که الان دیگه مشکلی نخواهیم داشت. سیفشون میکنیم. خب این هم از این به عنوان کلید اصلی که بیاد به تیبل آیتم اون وز شه دیگه ارور نداد به همون. این هم وز میکنیم. خب رسیپ آیدی اوکی. خب این دیاگرام ما حالا تو این 10 دقیقه که حالا بریک داریم شما میتونید اینو یه نگاهی بندازین، یه مروری بکنیم که تو جلسه بعدی یعنی 10 دقیقه دیگه ما ادامهش رو با هم دیگه ادامه میدیم. اینو وصل میکنیم به دیتابیس. فقط سیوش میکنیم. 5 دقیقه بریک خرام. اوکی 5 دقیقه. خب اینم از تیبل هایی که ما داریم برای این پروژه‌ای که داریم. همینقدر کافی هست. حالا شما بر اساس نیازتون میتونین این پروژه رو گسترش بدین حالا تو هر جایی که لازمش دارید. و اینم سیو میکنم. که داشته باشیمش یه رفرشش میکنم. اوکی. خب من حالا تو این 1 دقیقه دیگه ادامه نمیدم که